یه نفر باید بلند شه این کشور رو نجات بده، یه نفر باید بلند شه این مردم رو به هم گره بزنه، پادشاهمون رو، آرس تاج و تختمون رو، رضا شاه دوممون رو به ایران ببره. شماها که کاری نمیکنید، شماها منتظرین 200 نفر آدم رو ببرید تو یه هتل بزرگداشت بگیرید. بزرگترین کارتون بعد از 30 سال تظاهرات 22 بهمن 178 نفریتون بود، برای همین از من متنفرید، چون به راختون میکشم بی‌لیاقتیاتون رو. نظیر من رو ندیدید تو زندگیتون، شنیده بودید اما ندیده بودید. مراتون یه آدم پاک، یه آدم با وجدان، یه آدم وطن پرست، یک آدم متفاوت با تک تکتون در هر معیاری که هستید، نمیتونید بپذیریدش، چون اون پذیرش بی لیاقتی 30 سالتونه. با اصل اصل دهن شیرین نمیشه. شاهزاده رضا شاه دومم، دستت رو میبوسم. دستبوسی مسبوسی نداریم وقتی شاه شدی شما، با خیزش و طرفیابی این حرفا تموم شده. با دستت رو میبوسم. هی صحبت از نافرمانی مدنی 20 ساله 30 ساله داری میکنی. بیا دو تا پیام برای چهارشنبه سوری به جوونا تو ایران بده. او حالا یه سری از این پلاسین دوزاریایی که اسم شاه اللهی رو تو این شهر دیدید، باز به سرهنگ دیدی باز به شاهزاده توهین کرد. شما پتیاره ها همین وضع رو میخواید. شما میخواید رضا شاه دوم تو همین آمریکا 100 سال 110 سالش بشه، از این دنیا بره، پدر ایران بهش یه لقب بدن. شما دوزاری ها همین رو میخواید، چون لیاقتتون همینه. من میخوام رضا شاه رو فردا در ایران ببینم. تفاوت من با شماها اینه، شماهایی که میگید توهین میکنه، تلویزیون آریامهر زده نشد که به شاهزاده توهین کنه. تلویزیون آریامهر کاری کرد کارستون، امروز هر دوزاری رو ببینی میخواد باشون مصاحبه کنه، یا صحبت از پدر بزرگش بکنه، یا مادرش بکنه، یا خودش بکنه. تلویزیون آریامهر سیستم 30 ساله فسیله منجمد شده همه شما رو به هم زد. بذارید سکویی تایی صف باشه، بذارید اونها عزیز باشن، بذارید اونها I don't give a damn. من مرامم، من خواستم بالاتر از این کارهای گذرای پولسازی شما هست، بزرگ و کوچکتون. ایران بدون شاه، شاه بدون ایران، هر دوشون بی ارزشن. این رو هرگز فراموش نکنید. چرا قلبم درد گرفت آقا؟ من که دارم آرام امروز برنامه اجرا میکنم. هزار تا توصیه به من شده در 24 ساعت. سکوی جان آرام باش تا دوستت داشته باشن. کی منو دوست داشته باشه؟ چه خیلی از این دوزاری ها به این تلویزیون رسید؟ یا یک دلاری دادند؟ یا گفتن بیا همرنگ جماعت شو تا رسوا نشی؟ آقا من نمیتونم. به جان لیلیانم، بچه 8 ماهه نازنینم، نمیتونم. آقا I can't. بابا باید تفاوت بین ما ایرونی ها یه تفاوت هم باشه دیگه. چه بلایی سر من آوردین که چرا تو این تلویزیون رو تلویزیون بهایی ها کردی؟ چه کردم؟ دوستشون دارم، هموطنم، دلم براشون میتپه. به خدای موشون به ما مسلمونا میارزه. دروغ نمیگن، بیشرفی نمیکنن، هزار جور حق و کلک ندارن، سر کسی کلا نمیذارن. یکی باید براشون فریاد بزنه، تقاضای پولم نکنه، بیایید برنامه‌تونه بذارید تا من حرف بزنم. یا من شهرام همایون نیستم بگن دروغ میگن، ما سیاسی نیستیم، ترسو هستن. همین تلویزیون تمام رسانه ها رو که 30 سال خفه خون گرفته بودن در مورد در ارتباط با جنایات این رژیم با هموطنان بهایی من، حالا همشون تک و توک دارن راجبش صحبت میکنن. از مارکسیس لنینیستش میاده یه نفر رو صحبت میکنه تا بزرگ و کوچکشون. کارهایی که سعید سکویی کرد،
تو این 9 ماه گذشته 30 سال روش مبارزاتی رسانه های گروهی را حتی اونهایی که در خط رژیم هستن را به هم زد. انقدر دل پاک میخواد، انقدر شرافت میخواد، انقدر نازک بینیه عمیق میخواد تا درکش کنه و به زبونش بره. I don't want you to acknowledge that. برای اینکه ما اگر اکنالجمنت رو درک میکردیم اینجا نایستاده بودیم. هر بی پدر و مادر پافیوزی سرمون رو کلاه بذاره. خانم دکتر دیدید گفت پافیوز، ما گفته بودیم این لاته این دده بیده فحاشی میکنه. برو رضا شاه کبیر ما وقتی اومد سردار سپه شد، من ناخون کوچک انگشت او هستم. با همین آدم هایی مثل اونهایی که من باشون طرف هم طرف بود، دونه دونه شونو پس گردنی زد، گفت خفه خون بگیرید، باید این کشور پیشرفت بکنه. بعد از مرگ من در مورد من قضاوت خواهد کرد. یک صدا، یک فریاد که با تمام وجودش آنستی توشه، حقیقت توشه، به جرأت می هرگز ایرانیان برون مرز و درون مرز ندیدند که در این 9 ماه گذشته در این رسانه شاهدش بود. 1001 جور خواستن منو خفه کنن، با مهر، با محبت، با پول، با درویی، با تزویر، با نیرنگ. گفتم چشم، اومدم جلوی این دوربین که میشینم انگار پامو تو قلب شما میگذارم، جلوی این دوربین که میشینم همه چیز رو فراموش میکنم، فقط خط وجدان و شرف رو میبینم. باورم کنید، منظورم از باورم کنید اون دوزاری های عقب افتاده، فسیل شده، منجمد شده، خائن، خودفروخته و یا اون ابلهانی که در اون قالب خودشون گیر کردند و ولکن معامله نیستن نیست، اونها عوض نمیشن. ما ایرونی ها خیلی سخت متحول میشیم، مگر اینکه یه پتک محکم تو سرمون بخوره، یه مدت بیهوش بشیم. وقتی بیهوش اومدیم تو همون کمایی که هستیم به یه طریقی حافظمون رو از دست بدیم و به اون گذشته گنداب خودمون بر نگردیم. دیگه به چه زبونی با تو صحبت کنیم؟ یه مش دوزاری ناراحت شدن، همون دوزاری هایی که تو همون تلفن های قدیمی بندازی هم دیگه پایین نمیرن، اینقدر کج و خورده شدن. آقا بریم یه چیزی بذاریم و برگردیم. بریم برگردیم به رضا شاه بزرگمون بپردازیم، پاینده ایران جاوید شاه. اون عکس خامنه ای رو بذارید یکی دو دقیقه، دیر شد، اب نداره، من ادامه میدم اون عکس رو. من میخوام مردم همه این کار رو به این خامنه ای در آینده نزدیک و تمام مله ها خواهند کرد. اینا رو همه رو تو تمام شهرهای بزرگ میبندیم به یه تیر، مردم باید بیان صف بکشن، احساسات خودشون رو به این کثافت ها نشون بدن و برن. سید علی زنده بمون، حرومزاده رفسنجانی، خودت تو لسگات، وقتی شما آخون داره میگم این بچه های کسافتی که از شما ها بیشرف نشدن و خون ملت رو دارن میخورن، یه بچه آخون، یه بچه از این مختلفه یا بازداری یا اینا، بیاین به مردم بپیوندید، بیاید بگید خون خوردیم، جنایت کردیم، با پولی که پدرمون دزدید به ما داد ما دزد شدیم، ولی حالا میخوایم وطن پرست باشیم، عرق ملی داشته باشیم، میخوایم اونهایی که فریاد آزادی رو میزنن کمکشون کنیم. شما خیلی یک قرون از این پولایی که خارج آوردین از گلوتون پایین میره. چرا دوتا از شما حرومزاده ها پیدا نمیشه بیاد هاتبرد تلویزیون آریامهر رو بگیره، من هر روز پس گردنی پس سر این آخوندهای حرومزاده بذارم، در عرض 3 ماه تا 6 ماه این رژیم رو عوضش بکنم. من سعید شکوی، منو بفرستید رو هاتبرد، همه خونه ها منو ببینن، من بهتون میگم چیکار میکنم، میکشنم دیگه، یا منو میکشن یا باید تمام هاتبرد رو قطع بکنن. اون وقتی امیر قاسمی و اون یارو به جد امام قسم میخوره و اون یکی و اینا همه باید برن کنار، اون وقت ما تو همین آمریکا مردم رو بلند میکنیم. چه زبونی با تو صحبت کنم؟ بچه آخونده، بچه مختلفه یا بچه بازاری یا بچه پول داره، همه تون هم صدای منو تو ایران میشنوید، پا بذارید جلو، ببردید این بند ناف خیانت و جنایت و دزدی و فساد.